تلویزیون الیوم در گزارشی استراتژی دولت آمریکا در قبال سوریه را منتشر کرد که با هم می‌بینیم. استراتژی الاداره الامریکیه مقام‌های آمریکایی می‌گویند استراتژی این کشور در سوریه بر روی چند اولویت متمرکز است. دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، در کنفرانسی که در بنیاد خاورمیانه در واشنگتن برگزار شده بود، گفت در این استراتژی سه اولویت وجود دارد. اولویت اول آمریکا در سوریه شکست گروه داعش است. نه تنها در میدان جنگ، بلکه با ایجاد ثبات در مناطق آزاد شده، به طوری که عدم بازگشت این گروه به این مناطق تضمین شود. اولویت دوم در استراتژی آمریکا عدم حضور نظامی رژیم ایران و شبه نظامیانش در سوریه است. از نظر دولت آمریکا این حضور عامل بی‌ثباتی سوریه است و باعث ایجاد نزاع در سوریه و کل منطقه می شود. معاون وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت یکی از اولویت‌های واشنگتن در سوریه یک راه حل فراگیر است و بدون آن نمی‌توان امنیت و ثبات را به این کشور بازگرداند. این مقام آمریکایی خواست تا رژیم اسد از حمایت از تروریسم دست بردارد و دلایل اثباتی ارائه کند که زرادخانه تسلیحات شیمیایی‌اش را منهدم کرده یا آنها را تحویل داده، تا با ایجاد شرایط مناسب پناهندگان و آوارگان سوری بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به نوبه خود بر اجرای قطعنامه شماره 254 سازمان ملل در مورد سوریه تاکید کرد و از استفان دمیسترا فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه خواست تا تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی برای سوریه را سرعت بخشد. او در گفتگویی که با دمیسترا داشت در رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق مختلف سوریه بدون اینکه مانعی در سر راه آنها باشد تاکید کرده و همچنین تاکید کرده است رژیم اسد میبایست خشونت علیه شهروندان را متوقف کند.